نور النبوة فاض في الزهراء فعلى البدور وفاق كل ضياء بنت النبي محمد نبع الهدى. خب در اینجا یک نکته ای هست جناب استاد. من فکر می کنم اولین شیعه علی عمر بود. شاید تعجب بکنن بینندگان عزیز، چون وقتی داشتم مطالعه میکردم این نامه شیش نهج البلاغه یه قسمت خیلی جالبی داره. میگه که انما شورا للمهاجرین والانصار، که این شورا از آن مهاجرین و الانصار است. فان اجتمع على رجل وسموا اماما كان ذلك لله رضا، در این امر رضای خداوند است اگر مهاجرین و انصار جمع شدن کسی رو انتخاب کردن. فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. اگه در این مورد یک توضیح بدید. من فکر میکنم اولین شیعه علی عمر است. این یک نقطه جالب بود. در صورتی که روایت درست بود، در صورتی که درست با فرضی درستی نادرست. اولا این روایتی که جناب دکتر اینا مطرح کردن، این از هر دیدگاه ما بنگریم این مثلا بنظرر شیعه هست نه به نفع شیعه. چه این روایت روایت ضعیفی باشه هم به ضررشون هست و چه روایت صحیح باشه هم به ضررشون هست. از نظر سندی وقتی ما نگاه میکنیم خب ضعیفه، یعنی این که شیعه نمیتونند از این استدلال بکنند. این گونه روایات نزد اهل سنت و جماعت هیچ گونه ارزشی رو نداره. محمد ابن بش که در این روایت هست روایت ضعیفی هست، انسانی غیر معتمدی هست. و آخرین فردی که روایت میکنه آقای اسلم هست، مولای عمر هست، اصلا در اون زمان وجودی نداشته در مدینه منوره. و عبدالعزیز دراوردی هست که شاگرد عبیدالله ابن عمر هست، که این فرد از میان صدها و هزاران نفر شاگردان عبیدالله ابن عمر این یک نفر این مطلب را روایت کرده. پس بنابراین از نظر سندی این قابل اعتماد نیست. از نظر متن اگر واقعا بالفرض این که صحیح باشه، خب همش صحیح است. در این روایت اومده که زبیر و علی می اومدن با فاطمه زهرا مشوره میکردن. یک روزی علی خبر شد که اینا میان مشوره میکنن، اومد به خدمت زهرا گفت که ای زهرا، ما تو رو خیلی دوست داریم، به محبوب ترین انسان روی زمین قبلا پدر شما بود، الان بعد از ایشان شما هستید، اما این محبت مانع از این نیست که اگر این افراد جا دادی دوباره اومدن خدمت شما مشوره کردن، من میان خونه رو با اونها میسوزم. بحثی از روی فاطمه زهرا در این زمینه نیست. خب وقتی که اونا اومدن فاطمه زهرا فرمودند که عمر اومده تهدید کرده که خونه رو آتش میزنه. ببین این تفاوت داره، و این خانه رو آتش زد، زهرا رو زدن، سخت جنین کرد، و اینکه تهدید کرده. در ادامه اومده بله وقتی که تهدید کرد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت فاطمه زهرا گفت بله عمر اومده تهدید کرده شما رو به خیر منو به سلامت، برای من مشکل درست نکنید، برید خودتون هر تصمیم میگیرید برید تصمیم بگیرید و یک کاری بکنید، بیعت میکنید یا نمیکنید. میگه همهشون رفتند و تا زمانی که بیعت نکرده بودند برنگشتند، یعنی هیچ قضیه اتفاق نیفتاد، کل مفلم یک تهدید بوده. بله یک تهدید بوده، نهایتا رفتند بیعت. تازه حضرت علی هم در نامش نجب الاغا میگه که اگر کسی بیعت نکرد شما بکشینش. بله، و این گفتار حضرت علی رضی الله تعالی مؤید این عمل کرده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که تمام صحابه اومدن بالاجماع اتفاق نظر اومدن رأی دادن به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که خلیفه مسلمانان بشود، و اینم رضایت خداوند هم دین است. بله، و اون گونه که خودشون هم روایت کردن در کتابای شیعه سلمان میگه که از تمام مردم که وجود داشتن همهشون با رضایت خودشون رفتن بیعت کردن الا اربعتنا، مگر همین 4 نفر ما، یعنی فقط افراد معدودی بر یعنی اساس صحت این روایت به صورت بیعت نکردن. حضرت علی میگه که الشورا للمهاجرین و الانصار، شورا مال مهاجرین و انصار، این حق مال مهاجرین و انصاره. اگر مهاجرین و انصار همه اومدند یک دست یک نفری رو انتخاب کردند، این خلیفه مرضی عند الله است، مورد رضایت الله متعالی است، و هر کسی هر کی هم که باشه مخالفت بکنه اونو باید مجبورش بکنن برش بگردونن. باید خیلی جا میگه فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج من. بله، قطعا اونو باید بازگردن به همون سبیلی به همون راهی که تمام مهاجرین و انصار بر اون اتفاق نظر دارند. پس بنابراین در هر دو صورت این روایت علیه شیعه هست و نمیتونند از این استدلال بکنند. نور النبوتی فاض فی الزهرائی فعل البدور و فاق کل ضیائی بنت النبی
محمد نبع ال